بریم سراغ شرایط بازار. سلام آقای دکتر صدر. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. درود بر شما، خوش آمده آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید تو این شرایط حالا کنونی بازار. حالا آدینتون رو به نوعی در واقع خراب کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. من از هر سه عزیز تشکر میکنم. به رسم ادب با جناب آقای دکتر صدوندی شروع میکنیم. آقای دکتر، امروز خب بالاخره دزدان صندوق در واقع صندوق امانات بانک ملی رو به نوعی گرفتند و حالا دزدارو که گرفتن هیچ، ما تشکر میکنیم از عزیزان در پلیس آگاهی، چون متوجه این موضوع شدم اگه بخوان دزدو بگیرن میگیرن. حالا اگر از شما سرقت میشه و دزدتون پیدا نمیشه به خودتون مربوطه، ولی اگه بخوان پیدا میکنن حتی اون ور مرزا. آقای دکتر، به شکل عجیب و غریبی هزاران سکه طلا و صدها هزار دلار و یورو و اصلا اعداد عجیب و غریبی اعلام کردن که در یک صندوق امانات مردم یه جورایی اونجا قایمش کردن. اتفاق به نظر من نامیمونیه. این پول میتونه بیاد وارد چرخه اقتصادی کشور بشه. چی شده که مردم دیگه اطمینان نمیکنن به بدنه اقتصادی کشور؟ احسن بر شما جناب دکتر مرید. اول از همه سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، به خصوص مهمانان محترم که تشریف آوردن و افتخار است برای بنده در خدمت استادان گرامی. یک عذرخواهی هم دارم، این چند دقیقه که تاخیر شد، من با اکانت دیگری بالا بودم، منتها حالا به هر دلیل این لایو دیده نمیشد. عذرخواهی میکنم از خدمتتون. مسئله دیگر، واقعا آیه دکتر مرید به شیوایی مطلب رو فرمودند. من خواستم امروز یک توییت هم بگذارم، احتمالا فردا بگذارم در مورد این مسئله. اولا باید تشکر کنیم از کارکنان زحمتکش آگاهی که به سرعت تونستند این فاجعه رو خونسا کنند، چون این میتونست واقعا به سقوط بیش از پیش سرمایه اجتماعی در کشور بیانجامه. شما ملاحظه فرمودید که هر روز متاسفانه اخبار منفی ما داریم و هر روز اعتماد عمومی بیشتر خدشه‌دار میشه و متاسفانه کسی هم به فکر این مسائل نیست. شما اگر که سرمایه اجتماعی در یک کشوری نداشته باشید، با انباشت اقلام دیگر سرمایه نمیتونید به توسعه برسید و این وضعیت بسیار وضعیت نگران کننده است، وضعیتی که در چند ماه گذشته بوده. ما انگار که در یک جنگ داخلی هستیم متاسفانه. مسئله دیگر، باز همین نکته رو من میخواستم عرض کنم که آقای دکتر مرید اشاره کردن، که خب دوستان عزیز، خب اگر هر زمان که اراده بکنید و نیت بکنید، در از 48 ساعت میتونید در واقع افراد خاطی رو دستگیر کنی، چطور هست که در نظام بانکی این اتفاقا نمیفته؟ چطور هست که فردی حدود 20 سال در نظام بانکی کشور اخلال ایجاد کرده، فساد کرده به صورت آشکار؟ بنده خودم با اون فرد در سن 23 سالگی در مجمع شرکت سرمایه گذاری سپه درگیر شدم. این آقا به من حتی مدنه رو تهدید کردن در اون زمان، گفتن که قدرت دست ماست و هر کاری بخوایم انجام میدیم. و اون زمان، همون زمان در همون مجمع متاسفانه فساد بارز بود، مشخص بود. و بعد از 20 سال ایشون میره کانادا و سمبل میشه برای کشور ما. خب چرا ایشون دستگیر نمیشه؟ چطور ایشون رو نمیتونیم برگردونیم؟ چه تفاوتی بین این افراد هست؟ این مسائلی که الان در بازار سرمایه هست و من نمیتونم خیلی باز کنم. خب این چطور یک فسادهایی وجود داره که حتی ما جرأت باز کردنش هم نداریم؟ و چطور به اینها رسیدگی نمیشه؟ امیدوارم روزی برسه که حتی شاید توییت امروز بنده رو که در اینستاگرام قرار گرفت، البته چند روز پیش این توییت رو زده بودم، اگر دوستان فرصت داشتن ملاحظه بفرمایید. من واقعا آرزو دارم یک روزی برسه که فساد برچیده بشه، تبعیض در این کشور برچیده بشه. ما تلاش خودمون رو میکنیم. من مطمئنم همه عزیزانی که الان در این لایو حضور دارند، آرزوشون این هست که فساد و تبعیض در کشور ما برچیده بشه. اگر فساد و تبعیض برچیده بشه، فقر هم برچیده میشه. آرزوی همه ما هست، ولی باید همه تلاش کنیم و باید فشار بیاریم. فشار اجتماعی باید آورده بشه. میبینیم که وقتی اراده بشه، بلافاصله افراد دستگیر میشن، حتی اگر خارج از کشور هم باشن بازگردانده میشوند. و این سوال بزرگ در ذهن مردم شکل میگیره که چرا در بقیه مسائل برخورد با فساد نمیشه. من یکی دو مورد، جناب دکتر مرید، جناب دوستان عزیزان دیگری که در این محفل حضور دارید، یکی دو مورد خودم سعی کردم این فساد رو پیگیری کنم، ببینم به جایی میرسه یا نمیرسه. باور بفرمایید فردی رو پیدا نکردم، نهادی رو پیدا نکردم در این کشور که گزارش فساد داده بشه. در سایر کشورها قانون
مقابله قانون حمایت از سوت زنان به عنوان مهمترین قانون مقابله با فساد تصویب میشه، اجرا میشه، بسیار هم موثره. ما میدونیم که یک چنین قانونی میتونه موثر باشه، ولی متاسفانه در کشور ما حتی تصویب نمیشه. مجلس گذشته که مجلس اصلاح طلب بود ماده رو تصویب نکرد، این در واقع قانون رو تصویب نکرد. این مجلس با شعار شفافیت روی کار اومده، این هم تصویب نکرده تا امروز. دقت میفرمایید، آیا انگیزه ای برای مبارزه با فساد هست یا نه؟ خب این ما این واقعی که اتفاق افتاده مبارک میبینیم، یعنی هممون به آرزومون این هست که واقعا این مسئله گسترش پیدا کنه، تسری پیدا کنه و با این موارد در واقع تخریب سوشال کپیتال یا سرمایه اجتماعی برخورد بشه. اما سوالی که شما فرمودید، عذرخواهی میکنم اگر طول کشید، سوالی که شما فرمودید کاملا درسته، کاملا درسته. منابع کشور یا از کشور خارج میشه، یا مهاجرت به خارج صورت میگیره، یا مهاجرت به درون صورت میگیره. هم مغزهای ما اینطور هست، یعنی یا از کشور خارج میشوند یا اینکه گوشه عزلت میگزینند و یک جایی رو برای خودشون فراهم میکنند و دیگه با جامعه قطع ارتباط میکنند. هم سرمایه ما اینطور هست، هم سرمایه انسانی ما اینطور هست، هم سرمایه فیزیکی ما اینطور هست. این دلارهایی که شما میبینید یا از کشور خارج میشه یا اینکه در کشور میاد در صندوق بانک ها قرار میگیره یا در منازل قرار میگیره. این برآوردهایی که میگن من نمیدونم از کجا میارن، البته نمیدونم چقدر درسته، ولی برداشت من این هست که چند میلیارد دلار تا چند ده میلیارد دلار خانگی ما داریم در کشور. از معاملات کریپتو مشخص، دوستان عزیز، مهمانان گرامی، از معاملات کریپتو مشخص، معاملات کریپتو در طی 2 سال گذشته بسیار حجم بالایی داشته. من برداشتم این است که بسیار حجمش از حجم بازار، از معاملات بازار سرمایه بیشتر بوده. حجم معاملات رو عرض می‌کنم، نه اندازه بازار. و این نشون میده که اگر یک، من باور بفرمایید چند بار سعی کردم افرادی رو پیدا کنم، این در واقع ندا رو بدهم که آقایانی که در مسند قدرت هستید، سیاست گذار هستید، از این منابع بازار کریپتو استفاده کنید، اینها رو بیارید برگردونید به بازار سرمایه رسمی کشور. بازار سرمایه رو تضعیف میکنید، بازار کریپتو رو تقویت میکنید. خب همینطور ببینید، الان یک مسئله رو دقت بفرمایید، این صندوق ها قطعا باید این مهم صورت می گرفت و تشکر کردم از عزیزانی که در آگاهی حضور داشتن، در پلیس حضور داشتن. اما دقت بفرمایید، این در واقع نفس وجود صندوق، یعنی به رسمیت شناختن بازار موازی، من نمیخوام اسمش رو بذارم بازار سیاه یا بازار خاکستری. خب به همون صورت که با موارد تخلف در بازار خاکستری و سیاه و بازار موازی داره برخورد میشه، به همون صورت چرا در بازار سرمایه‌ای که مربوط به کشور هست، افتخار کشور هست و در موارد بحران میتونه کشور رو نجات بده، چرا با موارد تخلف در بازار سرمایه برخورد نمیشه؟ خب من میدونم اعلام کردن که عزیزان آگاهی شاید شب 2 ساعت بیشتر نخوابیدن. من آرزوم این است که 8 ساعت بخوابند، ولی با موارد همینطور که الان ملاحظه فرمودید شاید اطلاع داشته باشند، حالا نمیدونم گفتن داره یا نه، بالاخره 2 سال، 1.5 سال قوه قضاییه، سازمان بازرسی به دنبال تخلفات در سازمان بورس بودن، گویا متوقف شد، بعد از 2 سال متوقف شد و به جایی نرسید. من بیشتر از این نمیخوام اطاله کلام کنم، ارادتمند دوستان هستم. درود بر شما، ممنونم از شما. واقعا جناب دکتر سعدانی جای تعجب داره، یعنی یه فضایی رو توی حالا اقتصاد کشور ایجاد کردن. اولا که بازی بازنده بازنده است در فضای اقتصاد تورمی، یعنی هیچ کس برنده نیست. من امروز یه پستی رو آماده کردم، این چند دقیقه پیش رفت توی پیج، به همه عزیزان عرض کردم، گفتم آقا بیاید خودمون فکر خودمون باشیم. من زیر بالشم دارم قایم میکنم، شما توی یخچالت گذاشتی، اون عزیز برده تو صندوق امانات، میلیاردها هزاران میلیارد تومان ما پول رو قایم کردیم. این میتونه بیاد توی چرخه تولید کشور، این میتونه بشه خط تولید جدید، این میتونه بشه کارخونه جدید. اما توی پرانتز، آیا دولت مردان ما این حس امنیت رو به من القا کردن که من پولم رو بیارم؟ سوال خیره. شما در بازار بورسی که بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه مثبت شدن، خیلی ها میان در واقع نامه میزنن و فریاد با مصیبت ها سر میدن که این بازار گرونه، آیا از اون جنبه نگاه میکنید که شما یک بازار رو دارید تخریب میکنید و داری پول رو میبرید به بازارهای موازی؟ واقعا عجیب بود آقای دکتر سعدنی. میگم گرفتن این دزدها به کنار، این حجم از طلا در یک صندوق امانات در یک شعبه بانک اصلا واقعا عجیب و غریب بود. شما ببینید ما چندین
چند صد در واقع صندوق امانات داریم، چه خبره در کشور. من ممنونم از شما واقعا، شما بیان کردید مشکلات رو. با جناب آقای دکتر رافی مجدد ادامه خواهیم داد. جناب آقای دکتر رافی، هر چی که ادامه پیدا میکنه بازار به نسبت شرایط کنونی، خب همه کارشناسا میگن بازار بورس واقعا مظلوم واقع شده، بازار بورسی که به نسبت سایر بازارهای موازی عقب ماندگی عجیب و غریبی رو الان داره به نوعی پشت سر میذاره. دلیل عدم رشد بازار رو اگر بخواید در 4 کلید واژه 5 کلید واژه بگید، چه میشود در واقع دربارش صحبت کرد؟ یکیش این افزایش ابهامات، متاسفانه ما ابهامات عجیب و غریبی داریم. البته من نمیدونم جناب دکتر رافی رو ندارم عکسشون رو. برزو جان شما صدای من رو دارید؟ بله من صدا دارم. ظاهرا آقای دکتر قطع شده. آره ظاهرا جناب دکتر قطع شدن. حالا من از شما میپرسم تا آقای دکتر تشریف بیارن و ادامه بدیم. برزو جان کلید واژه های این عدم ثبات در بازار بورس و یه لحظه صدا فکر کنم قطع شد. آقای دکتر رافی دارید صدای من رو؟ من تصویر شما رو ندارم متاسفانه. خب ظاهرا مشکل هست. آقای دکتر اگر جناب دکتر صدای من رو اگر دارید یک مرتبه خارج بشید مجدد وارد لایو بشید ممنون میشم. برزو جان علت این مشکل چیه؟ بازار بورس یه جورایی عقب مانده از همه بازارهاست، هر روز هم یه ابهام داره اضافه میشه بهمون، دلیلش چی میتونه باشه؟ من اول سلام عرض کنم خدمت های دکتر سعدمندی، های دکتر رافی و عرض ادب دارم. و قبل از اینم یه تشکری بکنم، یه نامه ای، حالا من نشستم کامل خوندم، 61 اقتصاددان. ما کاش اسمشون اقتصاددان های نهادگرا نمیذاشتن، همسال های دکتر سعدمندی هم این نامه رو امضا میکردن. درود بر. خیلی خوب بود. من واقعا به درستی به ریشه مشکلات اقتصادی ما اشاره کردم، خیلی جسورانه، خیلی درست. بالاخره یکی باید برگرده، میگن یه روز یکی پاشد گفت پادشاه لخته که همه متوجه شدن دیگه. الان هم بحث اینه، بالاخره اون مشکلات ما باید شجاعانه بریم. وقتی مشکلی هستش، اگر سیستم حکمرانی اقتصادی و سیاسی ما اشتباهی، یک جا باید گفته بشه و به درستی گفتن، مشکلات رو درست اشاره کردن. من تشکر کنم، این نامه نامه درست و به جایی بودش. در خصوص بازار و سرمایه، خب ما میدونیم بحث قیمت و ارزش چیزای متفاوتی هستن دیگه دکتر جان. یعنی الزاماً نمیتونیم بگیم که قیمت و ارزش همیشه هم راستا هستن. شاید یک بازار یه چیزی به لحاظ اون دوره زمانی، پریود زمانیش حساب کنی، 5-10% حد اکثر مواقع قیمت و ارزش همسان هستن، بقیه یا بازارها اندر ولیو یا اوور ولیو. خب بازار سرمایه هم بحث اینه که یه دوره خیلی بدی رو گذروند، یک دوره رو که همین بحث عدم اعتماد به سیاست گذار. ما امروز میبینیم که مثلا رئیس کل سابق بانک مرکزی یه دونه پست میذاره که خب چرا مردم این حجم از چیز رو گذاشتن تو صندوق، چرا نیاوردن تو تولید؟ خب شاید علتش یه رئیس کل بانک مرکزی باشه که با سرمایه مردم سال 99 از کل بازارها نوسان گرفت. درست. خب پس کسی که خودش بخشی به قول معروف بخشی از مشکل موجود بوده، یعنی بخشی از مشکل موجود حاصل دوره مدیریتیشون بوده، الان نمیتونه به شکل منتقد ظاهر بشه، چون باید بیاد جواب پس بده به خاطر کارهایی که کرده. نصف نقدینگی موجود در کشور حاصل دوره 2 ساله مدیریتیشونه. بعد ایشون میاد میگن خب مثلا من انتقاد دارم به وضع موجود، انتقاد دارم به این. خیلی زیبا صحبت میکنن، یعنی خیلی زیبا صحبت، ای کاش یه جوری صحبت کنن آدم، یه کاش ایشون بشه رئیس کل بانک مرکزی، کاش ایشون مثلا یه مسئولیتی بگیره در این نظام. ببینید بحث اینه که خب بازار سرمایه دوری بدی رو گذرونده و یه سری میگم یه سری مسائلیه که در بازار سرمایه ما به صورت تابو شده. یکیش بحث شاخص کل. خب وقتی شاخص کل، من اون روزم با هم صحبت میکردیم دیگه، یه سوالی مطرح کردم، گفتم شاخص کل از اون ریزش سال 99 سه بار اومده در نقطه 1600 واستاده، یک بار که اومد از بالا رو به پایین شکست، یک بار که اومد رسید دوباره برگشت پایین، و یک بار هم که جدیدن. حالا ما بیاییم حساب کنیم که ارزش بازار ما در این سه تا 1600 چقدر بوده، میبینیم که اصلا اعداد مختلفی به دست میاد. پس در نتیجه این شاخص کل ایراد داره، نمیتونه حال بازار ما رو درست منعکس کنه. و این رو فکر نمی کنم دیگه کارشناسی در بازار سرمایه مونده باشه که این ایراد رو نگفته باشه.
ولی تقریبا از طرف سیاست گذار یک تابو شده، یعنی یک تابویی که در موردش هیچ گونه تصمیم خاصی گرفته نمیشه. جلسه برگزار میشه، نظر میخوان، ولی در نهایت میگن که نه، همینه که هست. میدونی چرا؟ چون خب به راحتی میشه با اعدادش بازی کرد. خب و متاسفانه ببین این یه واقعیت، اون مسئول کلی که بالا دست نشسته، برفرض مثال آقای رئیسی، دیگه فرصت نداره روزانه بیاد حال بازار رو چک کنه که یه گزارش میگیره. خب خوبه مثلا از 1.200 رفته تا 1.600، خب یه رشد 40% داشته دیگه، خوبه. خب این طوریه وضعیت. ببین بعضی چیزا در بازار سرمایه ما تابو شده و متاسفانه سیاست‌گذارم بنا به هر دلیلی نمیخواد حلش کنه. من نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بازار توی جاهایی صحبتایی میاد که آقا ترمزش کشیده بشه، آقا حباب مثبت داره، چه میدونم، حالا من که نمیدونم واقعی یا نه. من شنیدم یکی از مسئولین تراز اول گفتن حدودا 5% هم حباب مثبت داره روی 1.600. خب وقتی نگاه سیاست گذاری میشه چیکار میتونیم بکنیم ما برای این؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همون اشتباهی که در بازار طلا، در بازار دلار طی یکی دو سال قبلی شده دیگه، به اشتباه این بازارها رو سرکوب کردن، اجازه رشد حداقل بر پای ارزش ذاتیشون رو ندادن. الان فنره آزاد میشه. در اون دو تا بازار داریم میبینیم که فنره داره آزاد میشه. بازار سرمایه هم همین راه رو میره. و بعدن چی میشه؟ بعدن میایم میذاریم تو سرمون، ای بابا حباب گرفته، ای بابا چرا اینطوری شد. میدونید چون اون هشدارا رو که به موقع میدن کارشناسا توجه نمیکنید، بعد میاد میگید خب حالا مشکل ایجاد شده اینو چیکارش کنیم. بازار سرمایه هم همین راه رو خواهد رفت دکتر جان. من میگم دیر یا زود بازار سرمایه هم میاد خودش رو با تورم، با این عقب ماندگی یکی دو سال اخیرش آداپته میکنه، ولی خب متاسفانه باز دچار مشکل میشیم ما دیگه. باز متاسفانه این مشکل ایجاد خواهد شد. درود بر شما. یکی از مشکلاتی که ما الان متاسفانه داریم در فضای اقتصادی کشور به دید بد نگاه کردن به بازار سهام متاسفانه، که نتیجهش میشود این جفایی که در حق میلیون ها سهامدار داره میشه. و فقط بازار سهام شده یک بازار تامین کسری بودجه برای دولت، تمام دولت ها. من تشکر میکنم از برز جان. با جناب آقای دکتر رافی در واقع ادامه میدیم. جناب آقای دکتر، خب بسیاری از فعالان اقتصاددان ها صحبت میکنن درباره این که در شرایط کنونی دیگه اقتصاد بسته، اقتصاد دستوری پاسخگوی یک نظام اقتصادی در واقع مولد نیست. ما بارها و بارها دیدیم اتفاقاتی در بازار بورس ما افتاده. ما سیمان رو میبریم در بازار در واقع به نوعی بورس کالا میبریم، جواب خوب میده. فولاد رو میبریم، جواب خوبه. اما تا میرسیم به پاشنه آشیل که صنعتی رو میلیون، شاید صدها هزار نفر، میلیون ها نفر درگیر خودش کرده که صنعت خودرو است، یه دفعه میبینیم که ترمز رو میکشن. مگه میشه شما یک بک‌گراند خوبی از ارائه محصول در بورس کالا داشته باشه، در صنعت سیمان، در صنعت فولاد، بلافاصله به خودرو که میرسه میگن نگه دارید؟ این یقه سفیدا چه کسانی هستند که صدها هزار میلیارد تومان سالانه دارن از درب قیمت، در واقع قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف کننده لذت میبرن، سود میبرن و همه بازارها فکر میکنن بتونن برن در بورس کالا محصولشون رو عرضه کنن غیر از خودرو. میگم انقدر ابهاماتی زیاد میشه، من واقعا برام جای سوال داره. آیا این در واقع به نوعی کنسل کردن ادله علمی داشته؟ برید نگاه بکنید در سیمان آیا واقعا به بازده منفی داشتیم، جواب نداده. در فولاد به همچنین که تا میان در واقع بخش خودروسازی نتیجه میشود کنسل کردن، اونم یک روز مونده به بحث در واقع واریز پولا. واقعا جای سوال داره. ما در دهه 80 قطعا همه حضور ذهن دارن همین خودروسازها دی پی اس تقسیم میکردن. 10 سال اقتصاد دستوری، 10 سال متاسفانه بسته کردن تمام مرزهای کشور برای رقابت ناجوان مردانی که در واقع بین دو خودروساز ایجاد کردن و هموطنان اون دارن تلف میشن توی جاده. من به عنوان یه خوزستانی هیچ موقع حادثه بهبهان و حادثه آبادان از یادم نمیره که چنین رفتار میشه. هموطن ما پرپر میشه که بلافاصله خودروساز میگه در زاویه خوبی تصادف نکردیم. یعنی الان به شوخی هم میگم کوتانژانت 35 درجه ما باید توی تصادفاتمون زاویه رو رعایت کنیم که ایربگا باز بشه. آقای دکتر چه کردن با صنعت خودرو؟ چرا وارد بورس کالا نشد؟ درسته.
اول عذرخواهی میکنم خدمت همگی به خاطر خروجی که از لایو داشتم واسه اینکه اینترنت قطع شد و سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر سعدوندی و آقای حقشناس. عرض کنم خدمتتون که نگاه کنید یک نکته‌ای هست که من کلانتر به قضیه نگاه کنیم، همون مسئله اقتصاد دستوری که در واقع داریم رو اگر بخوایم یه خورده کنکاش کنیم ببینیم داستان چی هستش و اصلا ببینیم ما هیچ وقت عزم و اراده‌ای برای حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد داشتیم که حالا بخواد صنعت خودرو باشه یا فولاد باشه یا نه هر وقت تصمیم یا اراده‌ای گرفتیم از سر ناچاری بوده. یعنی این مسئله‌ای که مهم هست الان بحث در واقع آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز 4200 و مسئله از این دستی که الان داره توی اقتصاد در واقع منظور میشه، ما حرکت اصلا اصلاح قیمتی نیست، اصلاح اقتصادی نیست، اینها در واقع ما فقط به دلیل اینکه ناچار هستیم و اقتصاد امکان ادامه حیات در شرایط فعلی رو نداره مجبوریم بیان بگیم که خب اون جامپ قیمتیه رو اعمال کنیم و اقتصاد حرکت کنه، مثلا اون عقب موندگی های خودش و اون فنری که انباشته شده آزاد شه. حالا این مسئله توی قیمت کامودیتی ها بوده که داشتیم، تو قیمت دلار سالها داشتیم، تو قیمت حامل های انرژی بوده و بنابراین اصلا کلن اراده ای مبنی بر اینکه اقتصاد قرار به سمت اقتصاد آزاد بره وجود نداره. شما اولین حرکتی که برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد ما باید برداریم در واقع اصلاح تفکرات اقتصادی حاکم هست. شما میبینید همچین اراده‌ای وجود نداره که، و اون چیزی که داره رخ میده عملا صرفاً در واقع تصمیماتی هست که مجبور دولت اتخاذ کنه برای ادامه حیات و بقاش. خب توی این سیستم شما نمیتونید انتظار داشته باشید که ما بخوایم خودرو رو بسپاریم دست بازار تعیین قیمت بشه، یا حتی مثلا شما فولاد رو یا سیمان رو اجازه بدیم بازار تعیین قیمت کنه. یعنی گاهن این سوء برداشته میشه، میگه خب دولت اومد 4-10 تا قلم کالا رو آزاد کرد، گفت این بعد میذارم مارکت تعیین کنه که چه اتفاقی براش بیفته. خب اون وقت مثلا خودرو و غیره هم باید توی همین ذیل همین عنوان اجازه بدیم. نه، واقعیتش همچین اراده‌ای در دولت مردان دیده نمیشه. و از اون ور خب مافیایی که در صنعت خودرو هست بر کسی پوشیده نیست، سالهای ساله که دارن از همین در واقع قیمت‌هایی که در واقع توی بازار وجود داره، همین ساختار فشلی که داره وجود داره، دارن بهره مند میشن. در نتیجه شما باید ببینید که اصلا اون مافیا اجازه میده این اتفاق بیفته یا خیر، اون هم دقیقاً شب قبل از اینکه قرار فردا در واقع این اتفاق بیفته. اگر این سیاست غلط بود قطعا شب در واقع تصمیم گیری مشخص نمیشد. اگر شما یک کار کارشناسی انجام دادید و این کار داره به پشتوانه یک کار کارشناسی انجام میشه، خب اون سند کارشناسی شما نشوندنده این که اون کار صحیحه، و اگر نبوده این کار بر اساس مبنای کارشناسی نبوده، خب از اول تصمیم و اعلامش غلطه. این نهایتاً چیزی که ایجاد میکنه، من اصلا فرض بذاریم تصمیم غلط، بذاریم اصلا فرض کنیم تصمیم غلط بوده، خب این کاری که شما میکنید جز ایجاد نااطمینانی در بازار فایده ای دیگه ای نداره. اون هم توی شرایطی که ما سرمایه اجتماعی رو به قدر کافی از دست دادیم و عملا چیزی از سرمایه اجتماعی باقی نمونده. شما نمیتونی بیای شب قبل بگی به دلیل ایکس و وای من دیگه کنسلش کردم. بنابراین به نظر من چیزی جز این که تصور کنیم دست‌های پشت پرده میاد شب قبل از این اتفاق بازار رو به هم میزنه نمیتونیم تصور کنیم. یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم شب قبل از انجام این عمل متوجه شدیم این کار غلط است، و این توجیه پذیر نیست دیگه. بنابراین من فکر میکنم که اون دست‌های پشت پرده مانع این قضیه شدن، و میگم به صورت کلانتر هم چه صنعت خودرو یا چه هر صنعت دیگه‌ای رو ما تا زمانی که اصلاح تفکرات اقتصادی در تصمیم گیران اقتصادیمون صورت نگیره عملا هیچ سودی نخواهد داشت. شما اگر هم خودرو رو بسپارید امروز وارد عرصه بورس کنید، مطمئن باشید فردا دکمش رو میزنن خاموشش میکنن. اونجایی جلده. که خرمون از پل گذشت، اونجایی که دیگه کارمون از لنگ بودن خارج شد، میگیم نه معاملات خودرو در بورس نمیخواد. مگه همین کارو در کامادیتی ها نکردن؟ روی فولاد مگه نکردن؟ جایی که دیگه
اون مرحله گذار گذشت گفتن دیگه نه، روی سیمانیا گفتن دیگه نه. اگر قرار مارکت تصمیم بگیره، اگر اون تفکره اصلاح شده که من قیمت رو به دست بازار بسپارم، دیگه اونجایی که تو فکر میکنی باید در واقع خرید از پل گذشته، دیگه چرا اونجا رو بند میکنی این کارو؟ بنابراین من فکر میکنم که خب همونجور که خودتون هم به درستی اشاره کردید، دستای پشت پرده توی همه مافیا تو صنایع مختلفه، مگر همین الان هم که شما تو پالایشی ها مگه اونجا هم نمیبینید دستکاری تو صورتهای مالی و کاهش سودهایی که داره اعلام میشه؟ همه جا همین هست. یعنی شما اونجا هم اگر فکر میکنید سپرده شده دست بازار، به اشتباه فکر میکنیم، چه برسه حالا انتظار داشته باشیم یک چیز دیگری هم به بازار سپرده بشه. درود بر شما. میگم واقعا جای ناامیدیه. خیلی از شاید فعالان تلاش کردن که این اتفاق بیفته، یه دفعه یک شب یک نامه. این تصمیمات خلق الساعه است که مردم به این اقتصاد اطمینان ندارند و هممون توی گرداب سرمایه سوز گرفتار میشیم. میگم من شاید خوشحال باشم از داشتن آپارتمانی که دو برابر شده قیمتش، ولی یقین دارم که در صدها جای دیگه به عنوان مصرف کننده باید صدها برابر هزینه میکنم و همه بازنده ایم. من از جناب آقای دکتر سعدوندی گرامی یک سوال دارم. جناب آقای دکتر، اقتصاد کنونی حاصل رئیس جمهورهای مختلفه، یعنی فروش اوراقی که متاسفانه بیمارگونه از دولتی به دولتی دیگه معول شده و الان هم یه اعداد عجیب و غریبی برای بازپس دادن اوراق گذشته دارن اعلام میکنن. از یک طرف ما چاپ پول داریم کماکان، فروش اوراق داریم، عملیات بازار باز. از طرف دیگه جان دکتر، در مارکت جهانی، در بازارهای جهانی هم به واسطه جنگ روسیه و اوکراین، اونجا هم تورمات عجیب و غریبی داریم. یعنی من الان به عنوان یک فعال بازار، به عنوان یک ایرانی، یک تورمی رو به واسطه چاپ پول بدون پشتوانه در کشور خودم دارم متصور میشم. از طرف یک فشار تورمی هم در حوزه های مختلف، کامودیتی، انرژی و سایر متعلقات، باز هم داره از بیرون فشار میاد. چشم‌اندازتون از اقتصاد 1401 و 2022 چی هست آقای دکتر؟ آیا اوضاع از این بهتر میشه؟ بله، سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. البته یک مقدار عمیق‌تر باید پاسخ بدم. جناب برزو، اولا من از جناب حق‌شناس باید عذرخواهی بکنم. چند روز پیش قرار بود ما لایوی داشته باشیم، من شرمنده ایشون شدم و حتی پیامشون هم دیر دیدم، پیام نهاییشون رو. خیلی شرمنده شدم. الان در مقابل همه میهمانان عزیز عذرخواهی میکنم از جناب حق‌شناس. نکته این هست. یک نکته دیگر این که نامه خیلی جالبی رو تعدادی از اقتصاددانان تنظیم کردن، برای بنده هم فرستادن. بنده ملاحظاتی داشتم، گفتم اگر ملاحظات رو در نامه می گنجانید من امضا می کنم، وگر نه امضا نمی کنم. ابا کردند، بنده امضا نکردم. اما مطمئن باشید دوستان عزیز، بنده یک سری اصول اخلاقی دارم، اصول حرفه‌ای دارم در کارم. من صداقت و شرافت رو فدا نمی کنم. به باور بنده، به باور بنده، ارز 4200 یک جنایت اقتصادی بوده. اگر ما بخوایم در موارد متعدد سیاستی رو که حتی خودمونم درش نقش نداشتیم، یعنی اقتصاددانان در ایجاد ارز 4200 نقشی نداشتن، در موارد متعدد متاسفانه به ادامه این راه خلاف تأکید کردند. و وقتی هم که ارز 4200 الان برداشته نشده، دوستان بعضیا میان به من ایراد میگیرند، خیلی پیام‌هایی من داشتم، میگن چطور ارز 4200 حذف شد، قیمت ها ارزان نشد. دقیق میفهم این یه سوال خیلی خوبیه. مگر قرار بود ارز 4200 حذف بشه، قیمت ها ارزان بشه؟ بعدم ارز 4200 حذف نشده، ارز 4200 تبدیل شده به ارز 25 تومان. دقیق میفهم باز هم همون سیاست های مخرب ادامه پیدا کرده، باز هم همون سیاست های مخرب ادامه پیدا کرده. سیاست ما منسجم ترین سیاست اقتصادی رو در دنیا داریم. ما سیاست ارزیمون با سیاست خودرویمون، با سیاست کالاهای اساسیمون، با سیاست سیمانمون، با همه با همدیگه سنخیت داره. من بارها عرض کردم این یک نظام اقتصادی است که در دنیا به ندرت اتفاق افتاده، ولی در کشور ما و در کشور ونزوئلا حداقل دو کشور ما داریم که این نظام به طور کامل محقق شده و در کشورهای دیگری مثل آرژانتین، مثل زیمبابوه هم میتونیم بگیم تا حدودی اجرا شده. ما کشور کمونیستی نیستیم. اگر کمونیستی بودیم شاید باز هم شاید میتونستیم یه سری مواهبی رو هم در نظر بگیریم از یک سیستم برنامه‌ریزی متمرکز. ما سیستمی هستیم که در مقابل اراده تک تک افراد، در مقابل مطلوبیت تک تک افراد، شادی تک تک افراد،
شادی و مطلوبیت گروه های خاص و افراد خاص رو ترجیح می دهیم و اسم این رو می گذاریم منافع اجتماعی و منافع ملی و منافع عمومی. دقت می فرمایید. البته خب تعارف رو اخیراً کنار گذاشتیم دیگه، الان در مورد خودرو که قرار بوده در بورس عرضه بشه و عرضه نشده، اصلا جناب دکتر رافی خیلی خوب اشاره کردن، اصلا دیگه نمیاد یک گزارش کارشناسی بده، یک صفحه یک گزارشی به مردم بده که آقا مثلا به این دلیل ما حالا شب قبلش لغو کردیم. میگه ما مافیاییم کار خودمون رو میکنیم، شما چی کار دارید؟ یک ترکیبی هم بین مافیا و نفوذ شده، ما نمیدونیم قدرت نفوذ بیشتره، قدرت مافیا بیشتره، با هم دیگه دوست و آشنا هستن، رقیب هستن، واقعا از این بیرون ما نمیفهمیم چطوره، فقط میفهمیم که کل اقتصاد کشور داره صدمه میبینه. من خودم شخصی بودم، من سال 2003 از امریکا اومدم ایران، هیچ کس هم شاید خبر نداشته باشه، یک بار فکر کنم در یک لایو دیگری عرض کردم، سال 2005 یک آقای به نام آقای رضایی از بورس کالا اون زمان با من تماس گرفت، گفت ما شنیدیم یک چیزی هست به نام معاملات آتی، شما حاضر این تکنولوژی رو به ما انتقال بدی؟ گفتم به روی چشم، و من این تکنولوژی رو 1,000,000 تومان دریافت کردم، کل تکنولوژی قراردادهای آتی رو منتقل کردم اون زمان، افتخار بنده است. دقت میفرمایید زمانی که ما به این قرارداد آتی سکه احتیاج داشتیم درست همون زمان کنسل شد، درست همون زمان از بین بردن این ابزار مهم مدیریت ریسکو، سالیان سال تاکید کردیم، حتی من خاطرم از این مسئولین بورس کالا اون زمان میخواستن معاملات آتی مس به وجود بیارن، عرض کردم برید جلو به نتیجه نخواهید رسید، گفتن چه کنیم، گفتم آتی سکه به وجود بیارید و آتی میلیگرد، زدن زیر خنده، گفتن آتی میلیگرد که تو دنیا نداریم، گفتم در ایران میتونیم داشته باشیم، گفتن آتی سکه مگه در دنیا داریم، گفتم در ایران میتونید داشته باشید، اصولی داره این معاملات آتی که شما باید در نظر بگیرید. دقیق میفرمایید در زمانی که احتیاج داشتیم از بین رفته معاملات، میبینه شما بازار ارز سعودی میشه معاملات فردایی لغو میشه، بر اساس کدام منطق این کار صورت گرفته؟ آخه با کدام عقلانیت این مسئله صورت گرفته؟ دقیق میفرمایید اقتصاددانان عزیزی که الان اومدن نامه نوشتن و دوستان نزدیک من هستن، دوستان عزیز من هستن، بسیاریشون همکاران عزیز بنده هستن، من سوالم ازشون اینه چرا تا امروز در این 4 سالی که 70 میلیارد دلار ارز این مملکت خارج شد تحت عنوان ارز 4200 یک بار محکوم نکردید، الان اومدید به درستی اشاره میکنید به نقاط ضعف اقتصاد، اون هم در جهت این که یارانه نقدی ندهیم، یارانه کالایی بدهیم، برگردیم به کوپونیزم. خب من با اینها مخالفم جناب حقشناس، من با کوپونیزم مخالفم، من با ارجحیت، من با سرمایه خواری رفاقتی 4 سال در این کشور مبارزه کردم، اگر عمری بود در آینده مبارزه خواهم کرد، دلوقتي. اگر یک روزی هم توان نداشتم دیگه از من ساقطه، ولی تا روزی که بتوانم افشا خواهم کرد سرمایه خواری رفاقتی رو، این سیستم رفاقتی که خیلی ها بهش افتخار میکنن که ما دوست داریم، آشنا داریم، نتورک داریم، نتورک وزیر تعیین میکنه، نتورک مقام تعیین میکنه، نتورک پست تعیین میکنه، نتورک معاملات بورس رو به هم میزنه، نتورک تعیین میکنه کدوم کالا توی بازار بورس کالا بره، کدوم کالا در بازار بورس کالا نره. دوستان به درستی اشاره کردن این باید متوقف بشه، این رفاقتی ها باید متوقف بشه، این سرمایه خواری ها باید متوقف بشه و نمیشه متاسفانه. جناب دکتر میفرمایند که اقتصاد سال 1401 چه میشه؟ خب با این وضع مگر اقتصاد سال 1400؟ خود من این همه تلاش کردم، شاید دوستان شاهد بودن، هر جایی من تونستم از شعار سال حمایت کردم، تنها اقتصاددانی بودم که از مانع زدایی حمایت کردم، بقیه شاید خلاصه میدیدن که شاید هزینه زیاد باشه، هزینه اجتماعی زیاد باشه، بنده از تمام در تمام سال 1400 از شعار مانع زدایی حمایت کردم، الان هم حمایت میکنم، ولی سوال کدام مانع زدایی صورت گرفت؟ همین بازار بورس، مگر ما فعالان بازار نیستیم؟ چند تا لایسنس داده شده، چند تا مجوز داده شده؟ یک عزیزی در بورس هیچ. در بورس یک روزی به من گفتن که یه روز به من گفتن آقا وا ویلا چه اتفاق عجیبی افتاده، گفتم چی شده، گفتن 33 تا تقاضای مجوز تأمین سرمایه هست. عرض کردم در دنیا مؤسسات اینوستمنت بانک که ما تحت عنوان تأمین سرمایه ما اینها رو ترجمه کردیم، در دنیا اینها مجوز نداره آقا، اصلا مجوز نمیخواد، هر کسی از دبیرستان فارغ التحصیل شده، از دانشگاه فارغ التحصیل شده، اگر میتواند کار اینوستمنت بانکینگ انجام بدهد بره انجام بده، اینوستمنت بانکینگ که خلق پول انجام نمیده که. عرض کردم بهشون به همهشون مجوز بدید،
گفتن خب بعضی صلاحیت ندارم. گفتم جمعشون کنید، با همدیگه مچ میکینگ کنید، با همدیگه ترکیبشون کنید، یک کنفرانسی تشکیل بدید، به 33 تا نمیخواید مجوز بدید، به 20 تا مجوز بدید. دوستان عزیز میدونید به چند تا مجوز دادن؟ به یکی هم مجوز ندادن. به یکی هم مجوز ندادن. بعد اسم سال گذاشتیم سال مانع‌زدایی، بعد میگیم تموم شد دیگه، حل شد دیگه، درست شد. تشکر هم میکنیم از وزارت اقتصاد. وزارت اقتصاد چقدر شما در زمینه مانع‌زدایی کار انجام دادید، سامانه درست کردید. آقا با سامانه مشکل حل میشه؟ اگه با سامانه قرار بود حل بشه تا حالا حل شده بود. هر روز یه سامانه جدید، امروز سامانه نان داریم ایجاد میکنیم. بله. خب آقای دکتر از من میپرسید اقتصاد سال 1401 چه میشه؟ خب با سامانه نان چه میشه؟ با بودجه انبساطی چه میشه؟ البته من باید یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید در مورد بدهی دولت، ما نباید از بدهی غیر شفاف، غیر جاری، غیر سیال حمایت کنیم. سالیان سال هست. من 2 سال پیش در وزارت اقتصاد بودم، یک روزی شنیدم که گفتند در امروز آقای نوبخت به رئیس جمهور گفتند، رئیس جمهور به آقای همتی، همین آقای همتی که اسمش امروز اومد، همین آقای همتی منتقد، به آقای همتی گفتند فلان مقدار پول تحت عنوان تنخواه دولت نزد بانک مرکزی تزریق کن. بلافاصله تزریق کردند. شاید من تاریخ دقیق میتونم خدمت شما عرض کنم، تا اونجا که خاطرم میاد حقوق کارمندان در مرداد سال 1398 از این طریق پرداخت شد. دقیق میفرمایید اینها مشکل داره. وقتی دولت کسری داره، این کسری و لاجرم باید از محل بدهی تامین کنه. این بدهی میتونه بدهی شفاف جاری سیال باشه، در همه دنیا به این سمت میرن، یعنی مردم بدانن چه میشود، آحاد اقتصادی بدونن چه اتفاقی میفته. اینو بهش میگن اوراق. یه بدهی هم از نمیشناسن، نمیدونن، پشت صحنه به بانک ملت فشار میارن این مقدار پول بده، به بانک ملی فشار میارن این مقدار پول بده. من خاطرم است در هیئت مدیره بانک ملی یک روزی حضور داشتم، صبح کلاسی داشتم، دوره‌ای رو برگزار کردم برای این افراد و اینها داشتن قبل از کلاس با هم صحبت میکردن. من از فهوای صحبت اینها متوجه شدم که دولت فشار آورده که 7000 میلیارد تومان خلق پول انجام بشه، در اختیار دو تا خودروساز بزرگ قرار بگیره. دقت بفرمایید، این که خود رو داخل بازار بورس نمیاد، دقت بفرمایید، این به خاطر اینکه رانت داره پخش میشه. اونی که میگه که اگر خود رو داخل بازار بورس بیاد تورم بالا بره، مهمل میگه. دقیقاً عکس اینه. خودرو رو با قیمت ارزان‌تر، قرعه کشی، بزرگترین بازار بخت‌آزمایی دنیا رو ما به وجود آوردیم به طور ممتد. هر روز داریم این بخت‌آزمایی رو انجام میدیم. بعد دوباره نمیدونم شنیدید یا نه، سامانه جدید به وجود آوردن، دوباره در اون سامانه بخت‌آزمایی رو قرار دادن. آخه با کی دارید بازی میکنید؟ با مردمی که گوشت و پوست و استخونتون، تمام زندگیتون از این مردمه؟ از این مردم دارید میکشید؟ بعد مردم خب خیلی هم خبر ندارن، فکر میکنن اگر خود رو وارد بازار بورس بشه تورم افزایش پیدا میکنه. نه عزیز من، تورم کاهش پیدا میکنه. این خودرو رو که میره توی بازار قرعه کشی و بخت آزمایی به شما میفروشه، از اون طرف از بانک ملی پولشو میگیره، بانک ملی هم از بانک مرکزی اضافه برداشت داره، از بانک مرکزی پول پرقدرت دریافت میکنه. دلایل اینکه ما تورممون، اگر میفرمایید چه اتفاقی افتاده، ما تورممون از کریدور 40 ساله خودش خارج شده. 2 ساله نرخ تورم ما از کریدور نرخ تورم خارج شده، نرخ رشد نقدینگی خارج شده، نرخ رشد پای پولی خارج شده. دقت می‌فرمایید بودجه سال 1401 تورمی بسته شده. 1400 دولت گذشته قطعاً خیانت کرده، در ماه‌های آخر به شدت افزایش نقدینگی داشتیم، افزایش پای پولی داشتیم. چرا؟ می‌خواستن مثلا پروژه ها رو افتتاح کنن. کدوم پروژه رو افتتاح کردی؟ کی یادشه؟ اینجور ما عجیب مردم میایم بر میداریم و در نهایت بی آبرو هم میشیم. حالا این دولت هم که به جای اینکه درس بگیره از دولت پیشین، همون فردی که بودجه سال 1400 رو در واقع طراحی کرد، دقیقاً همون فرد بودجه سال 1401 رو تعیین میکنه. البته این رو عرض کنم که بودجه سال 1401 که به مجلس ارائه شد باز بهتر از اونی بود که از مجلس خارج شد، یعنی مجلس هم رفت این بودجه تورمی رو تورمی تر کرد. متاسفانه ما یک شرایط تورمی بی ثباتی متاسفانه داریم در 1401 و این وضعیت به نظر من ادامه پیدا میکنه و امیدوارم همه دعا کنیم، به جز دعا مثل اینکه کاری از دست کسی بر نمیاد، با انتقاد که به جایی نمیرسه، امیدوارم تیم اقتصادی تغییر کنه. با این تیم اقتصادی که بنده میبینم، این راه که میروی به ترکستان است. امیدوارم که مسئولین محترم
ندای بنده رو بشنون. بارها هشدار دادم، برید هشدارا رو ببینید که آیا هشدارهایی که بنده دادم درست در آمد یا درست در نیومد، آیا سعدوندی که حالا دکتر هست یا دکتر نیست، اقتصاددان هست یا نیست، بانکدار بوده یا نبوده، اصلا اینا مهم نیست. آیا وقتی در اردیبهشت 1397 وقتی که بنده هشدار دادم که این تورم 8% بهش خوشبین نباشید، این میتونه به شرایط ابر تورمی بیانجامه، خب الان ببینید که واقعا آیا اون دستاورد تورمی دولت گذشته آیا درست بود یا نبود. امروز هم خدمتتون عرض میکنم با این شرایطی که داریم میریم، با این تیم اقتصادی که داریم جلو میریم، با این شعار زدگی و عوام فریبی که داره اتفاق میفته، من وضعیت خوبی رو در انحصار اقتصاد ایران متاسفانه نمیبینم. درود بر شما جناب دکتر، واقعا شیوا و دیگه آنچه که باید بشنوندین عزیزان رو گفتید. یکی از مشکلاتی که ما داریم متاسفانه، خب ما جنس بدنی اقتصادی کشورمون عملکرد خوب رو از خودشون بر جای نذاشتن جناب دکتر. الان ماهاست که میگذره، ادعایی که شده با عملی که صورت پذیرفته متاسفانه اصلا همخوانی نداره و این کاملا گویاست. سفره مردم در این چند ماه گذشته کوچک و کوچکتر شده، مردم به شدت در مشکلات مالی متاسفانه زیادی دارن به سر میبرن. من ندیدم تو الان این حجم از سرقت، این حجم از دزدی در سالیان گذشته. دلیلش رو قطعا میتونیم در مشکلات اقتصادی ببینیم و کاملا گویاست که اقتصاد داره به ناکجا آباد حرکت میکنه و کماکان به قول شما این شعار زدگی و این مدعی گرایی و این ما عقل کلی کل دنیا چیزی نمیفهمد کماکان ادامه داره. دودش تو چشم من و شما میره آقای دکتر که میفهمیم چه میشود و متاسفانه دستمون به جایی بند نیست. امیدوارم روزی امثال دکتر سعدوندی ها در وزارت اقتصاد متصدی امور باشن. ممنونم از شما، عالی بود برزوی عزیز. خب جناب آقای دکتر خاندوزی، جناب آقای صالح آبادی، جناب آقای دکتر اشخی، سه ضلع از در واقع فعالیت بدنه مدیریتی کشور که مستقیما با بازار بورس در ارتباط هستند، عملکردشون رو در این چند ماه چطور می‌بینی؟ آیا آقای خاندوزی به نسبت اون توییت هایی که در مجلس میزد و یقه باز میکرد برای بازار بورس، اون یکی عزیزی که رفت در بانک مرکزی و قبلا خودش جنسش جنس بورسی بود، آیا به داد مردم ضرر دیده ای که به دعوت دولت قبلی اومدن توی متاسفانه در واقع بازار بورس بدون اطلاع و جیبشون زده شد رسیدن، یا فقط در حال شاخص سازی هستیم؟ والا عمل کرده که دیگه نیاز نیست من بگم حسین جان، خودتون میبینید، مردم هم میبینن، بالاخره پورتفوها هم نشون میده عمل کرد چطور بوده. البته از تیم اقتصادی دولت آیه عبدالمالکی رو فراموش کردید، آیه دکتر عبدالمالکی رو فراموش کردید که ایشون به صورت جزء نوابغ اقتصادی این مملکت هستن و ایشون اسمشون برده نشه. من تو اغمار هستم که من دیدم واقعا گفتم دست مریضات که چه کردن جناب آقای دکتر عبدالمالکی. بگذاریم آقا، چه باید عرض شود که بدنه ببینید. من حالا میخوام بحث همون این عرضه خودرو در بورس کالا رو بگم. ببین تقریبا از مهر ماه سال 1399 بحثی مطرح شده که خب خودرو بیاد در بورس کالا عرضه بشه. تقریبا مهر ماه 99 بودش. خب مخالفین یه سری استدلالا دارن. یکیش اینه که کجای دنیا خودرو در بورس کالا عرضه میشه؟ کاملا استدلال درستیه. ولی من خب جوابشون این بودم کجای دنیا خودرو اینطوری لاتاری داره؟ این شما الان شانس این که یک نفر در لاتاری گرین کارت آمریکا برنده بشه بالاتر از اینه که بتونی یک خودروی تولید داخل بخره. کجای دنیا همچین سیستمی هستش؟ من اصلا خودم منتقد اینم که خودرو بیاد در بورس کالا عرضه بشه. چرا؟ چون خب خودرو باید مثل همه جای دنیا کمپانی بتونه به راحتی بفروشه، بازار داشته باشه دیگه، بتونه در باز در اون مارکت به قول معروف فعالیت کنه، تبلیغات کنه، اصلا خودرو وارداتش هم آزاد بشه، تبلیغات کنه، سهم بازارش رو بگیره کمپانی. ولی خب الان اینطوری نیستش. وقتی این نیستش، خب حالا سیستمی که در به قول شفافتره در بورس، حداقل اون منافعش میرسه به اون خودروساز بهتره یا سیستم فعلی. ببین بحث اینه که دکتر رافی حرف قشنگی زد، این مافیای این سند دیگه قشنگ تعارف رو هم کنار گذاشته. یعنی قشنگ ما میبینیم سال پیش
حدوداً 20 فکر کنم 29 یا 19 19 مهر ماه جلسه سران قوا دیگه از لحاظ اختیارات رهبری رو هم گرفتن دیگه، یعنی کاملا سران قوا اون شورای سران قوا اختیارات مقام رهبری رو داره، تصویب میکنه که خودرو از نظام قیمت گذاری دستوری خارج بشه، مصوبش هست. 10 روز بعد آقای رئیس انگار اصلا نبوده در اون جلسه، میزنه زیر میز، یعنی یه چیزی میاد بیرون. خب یعنی دیگه این مافیا به قول آقای دکتر رؤوفی اصلا تعارف رو هم کنار گذاشته، یعنی نه سران قوایی نه مصوبه‌ای نه چیزی، خیلی راحت، یعنی در حد دفتر رئیس جمهوریشون نفوذ دارن این مافیا. خب حالا مثلا وزارت سمت که دیگه چیزی نیست در برابر دفتر ریاست جمهوری. ببینید فقط مهم اینه که این زمانه داره تلف میشه، این زمانه هم تلف میشه از مهر ماه سال قبل تا هم از مهر ماه 99 تا مهر ماه سال قبل که این اتفاق افتاد 100,000 میلیارد در نظر بگیر شما، از همون مهر ماه 1400 هم تا الان یه چیز بود 80,000 میلیارد رفته تو جیب این مافیا. درودم. این خیلی رک دارم میگم، این هر دری رو باز میکنه برای خودش دیگه، ما عملا هم داریم میبینیم، یعنی تعارف رو کنار گذاشته هر دری به راحتی براشون باز میشه. من اصلا کاری ندارم مصوبه سران قوا بوده چی بوده، وزارت سمت مگه خودش متولی خودروسازهای بزرگ این کشور نیست؟ خب پس از جریان این عرضه خبر داشتن. شما وقتی خبر داشتی اصلا مخالف هم بودی، اصلا گیرم مصوبه سران قوا رو هم داری. اولا مصوبه سران قوا این چیز امنیتی نیست که نامه رو گفتن به پیوست به صورت محرمانه ارسال میشه و علمی شعبه میشه. و شما اگر همچین چیزی هم داشتی میرفتی مینشستی تو اون جلسه که قرار بود تصمیم بگیرن این رو مثلا ملغا میکردی، نظرت رو میگفتی. ببین این یک نوع قدرت نمایی حسین جان، اصلا عمدن این کار انجام شده. این یک نوع قدرت نماییه که 10 دقیقه مونده به عرضه میان میگن آقا کنسل. یعنی چی؟ یعنی زور هیچ کس به من نمیرسه تو این مملکت، هیچ کس. خب حالا به بازار سرمایه هم خب طبیعتا از اینجور، ببین یه محرکی بازار میخواد برای حرکت دیگه، این محرک داده نمیشه، هیچ محرک ها برعکس هم داده میشه. یعنی چی؟ یعنی اون روزی که خودرو قرار عرضه بشه میان کنسل میکنن، چه میدونم هر جای لازم باشه خبرهای بد تزریق میشه به بازار. بازار حال روزش به خاطر این خوب نیست. من صراحتا هم گفتم رشد بعدی بازار سرمایه که نزدیک هم هست، خیلی دور نیستش، اگر اتفاق امنیتی خاصی نیفته نزدیک هست، صرفا و صرفا به خاطر تورم خواهد بود، نه دلیل بنیادی نه دلیل اقتصادی، صرفا و صرفا ما به خاطر کما اینکه سالهای سال هم بوده دیگه، سالهای سال ما کدوم دوره دارم دو عزیز حالا پیش که صورت منم اصلا به من بگن که کدوم دوره رشد بازار سرمایه ما به خاطر رشد اقتصادی بود؟ هیچ دوره. متاسفانه این واقعا اوج فاجعه است. فقط به فقط به خاطر تورم بوده و این رشد بعدی هم به خاطر تورم خواهد بود. یعنی اون پالس هایی که میاد در مسائل تورمی، یعنی شما آقای دکتر سدوندی و آقای دکتر رؤوفی آمارها رو هم دقیق دارن، متاسفانه آمار سپرده های بلند مدت یواش یواش داره کم میشه، منتقل میشه به سپرده های کوتاه مدت، تورم نقطه به نقطه دوباره یک کراس کرد تورم ماهانه رو، داره میره بالاتر از تورم ماهانه، همه نشانه اینی که این سیکل تورمی بدتر داره تکرار میشه. ما الان 3 سال تورم بالای 40% داریم در کشور، هیچ دوره اینطوری نبوده و هیچ چیزی رو هم نمیبینیم که بخواد این رو اصلاح کنه. در نتیجه خب بازار سرمایه مطمئن باشید، حالا خیلی به قول معروف این دوره ها رو ما دیدیم دیگه، خیلی سیگنال های منفی میدن نه دیگه این بازار نمیره، مطمئن باشید اینم تابع تورم حرکت خواهد کرد و بازدهش رو خواهد داد به قول معروف سرمایه گذار. ولی متاسفانه باز هم میگم این رشد ناشی از تورم هست، یعنی دنبال دلیل اقتصادی خبر بنیادی نباشید برای این رشد. چه میدونم مثلا خودرو یه جوری بشه نظام به قول من صنعت خودروسازی اتفاقی بیفته، اون یکی صنعت، این روش صرفا و صرفا به خاطر تورم خواهد بود حسین جان، متاسفانه میگم. بازم ای کاش یک روزی برسه که رشد بازار سرمایه ما به خاطر دلایل اقتصادی باشه، به خاطر دلایل بنیادی باشه، به خاطر تامین مالی تولید باشه در این کشور. همین آقای همتی که اینطوری به قول من یک روزی میمونم گفتم سهم بازار سرمایه در تامین مالی باید برسه 50%، بعد اومدن تو مصاحبه آخرشون با کویران گفتن که نه
چه میدونم بازار سرمایه روشش عملا قبول کردن که میگن بازار سرمایه روشش باعث تورم بود. یعنی این حرفای زد و نقیض و اینا واقعا من آرزوم به عنوان فعال بازار سرمایه که این بازار به من به عنوان فعالش در بلند مدت همه چی داده، از همه بازارها هم بیشتر گرفتم ازش، این کتمان نمی‌کنم. ولی متاسفانه این رشدی که داده به خاطر تورم بوده نه به خاطر وضعیت اقتصادی، رشد اقتصادی. کاش یک روزی برسه که به خاطر رشد اقتصادی، به خاطر تامین مالی تولید این بازار رشد کنه، این بازار اون جایگاه واقعیش رو در نظام اقتصادی ما پیدا کنه. درود بر تو، امیدوارم. این بازی بازنده کماکان متاسفانه در اقتصاد کشور ما وجود داره، واقعا جای افسوس داره. به جای اینکه از مولد بودن بازار بورس بگیم، به جای اینکه بیایم بگیم باعث محرک های بنیادی باعث رشد بازار بشه، باید بیایم بگیم که مردم بمونید در این بازار که تورم در سایر بازارها تمام بازارها رو آفت زده و تنها بازاری که فعلا جا مانده این بازار بورس، پس گین این بازار بگیرید. واقعا جای افسوس داره. من یکی از عزیزان به من خورده گرفت که شما چرا اینقدر بد میگید از اقتصاد کشور، اینجا از خیلی از کشورها بهتره. گفتم اینجا ایرانه، اینجا آنگولا نیست، اینجا کشوری است مملو از منابع طبیعی، شما هر آنچه که بخواید است. شما از صنعت گردشگری بگید جز معدود کشورهایی هستیم که چهار فصل هستیم، یعنی در یک روز میتونید شما هم برف رو ببینید، هم شرجی گرما رو ببینید، هم نمیدونم کویر رو ببینید. ما همه چیز داریم، حق ما واقعا اینجوری نیست. اینجا میگم آنگولا نیست، اینجا افریقا نیست، اینجا کشورهای متاسفانه آفت زده نیست. ما خیلی بیشتر از اینا حقمونه که متاسفانه به کم قانعمون کردن. ممنونم ازت برزو جان، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی. جناب آقای دکتر رؤوفی، یکی از مشکلاتی که الان گریبان بازار بورس رو گرفته تصمیمات خلق الساعه است متاسفانه. آیا قحط الرجال داریم در بدنه مدیریتی کشور که تصمیمات خلق الساعه بدون فکر، بدون پشتوانه گرفته می شود، تأثیرش رو بر بازار میذاره؟ من نکته شماره اول اتفاق امروز بازار بورس رو همون نامه می بینم که در واقع به نوعی خواستند بر صنعت فولاد و در واقع صنایع دیگر مالیات ببندن بر صادر کننده. حالا درسته که کنسل شد، ولی تأثیرش رو گذاشت. من ای کاش میگم، ای کاش جناب دکتر سعدمندی، برزو جان، جناب دکتر رؤوفی، ما یک اتحادیه سندیکایی داشتیم، به از این افرادی که این چنین بر بازار تاثیر میذارن شکایت بکنیم، اینا پاسخگو باشن. آیا میشه با یک خبر بیان کل بازار رو به هم بریزند و بعد بگن خب کنسل شد؟ آیا قحط الرجال وجود داره؟ آیا اونایی که باید سر جاشون بشینن نیستند و تصمیمات شبانه، تصمیمات خلق الساعه، تصمیمات بی بنیاد، تصمیمات بدون ادله و مدرک، به قول شما و جناب دکتر سعدمندی دیگه حتی یک برگ کاغذ هم اعلام نمی‌کنن از نظر در واقع بود تکنیکالی، که آقا ما اگر مخالفیم به این دلیله، نامه رو میزنن و وز سلام. چه باید کرد با این سیستم مدیریتی کشور؟ ببینید، خب در و تخته باید به هم بیاد. یعنی تصمیم هایی که میگیریم توی بازار باید به بقیه تصمیم هایی که میگیریم بیاد. واقعیتش اینه که بزرگترین آفتی که امروز داره گریبان اقتصاد ما رو میگیره اینه که ما از هیچ مکتب خاصی از اقتصاد پیروی نمی‌کنیم، از هیچ در واقع تئوری خاصی پیروی نمی‌کنم. همونجوری که دکتر سعدمندی هم فرمودن، اگر ما امروز یک اقتصاد سوسیالیستی داشتیم، هم شاید یک نعمتی شاید نصیبمون اونجا گوشه کنار بهمون میدادن، ولی واقعیتش اینه که الان شما نمیدونید دولت به دنبال چیه. به دنبال اقتصاد آزاد، از اون ور تعرفه و مالیات رو افزایش میده، از این ور آزادسازی قیمت‌ها رو دنبال می‌کنه و از اون ور بگیر و ببندهای بازار و صرافی رو می‌بنده و چه می‌دونم اعلام نرخ ارز رو متوقف می‌کنه. خب به هر حال به دنبال چی هستیم توی این اقتصاد؟ مسئله اینه که باز اگر بخوام به کلان قضیه اقتصاد نگاه کنم، باز هیچ منطق خاصی شما در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نمی‌بینید که منه اقتصادی، من تصمیم ساز، من سرمایه گذار، من بازاری بگم خب دولت هدفش اینه دیگه، مثلا میخواد آزادسازی قیمتها رو انجام بده، من مبتنی بر اون سیاست هام رو انجام بدم، میخواد دولت نرخ ارز رو افزایش بده، همسانسازی انجام بده، خب من هم بر مبنای اون صادراتم و وارداتم و تولیدم و توسعه بدم. خب الان شما به عنوان
یک فعال بازار این نااطمینانی رو میبینید که هر لحظه ممکنه صبح پاشی یه اتفاقی بیفته، بعد میگیم چرا بازار رشد نمیکنه. خب معلومه که بازار رشد نمیکنه، بازار سرمایه بازار ترسوه. مثلا چرا باید توی این بازار ترسو، مگر افراد که سرمایهشون از سر راه نیبردن که شب بیان بذارن جیبشون رو بزنن که صبح پاشن ببینن حسابشون خالی شده که. بنابراین نمیتونیم اینجوری تصور کنیم. خب معلومه شما هر چقدرم امروز بیاید بگید بازار ارزنده هست، تا زمانی که این آنسرتینیتی نااطمینانی در بدن اقتصادی وجود داره که هر لحظه ممکنه نرخ ارز یه بلایی سرش بیاد، یک بخشنامه جدید بیاد، یه اتفاقی بیفته، خب معلومه که پول بازار وارد بازار سرمایه میشه. اون هم بعد از اون نااطمینانی هایی که در دولت گذشته و دعوت هایی که شده و زیان های بزرگی که مردم کردن، خب معلومه که پول ها میره تو صندوق امانات بانک، معلومه که پول ها میره زیر بالشت ها. بخاطر که شما چه اقدامی انجام دادید برای اینکه بخواد در واقع این اتم. و میگم مسئله این نیست که من همیشه گفتم مثلا اگر دولت اعلام کنه سیاست، اون قواعد سیاستی که میخواد اعلام کنه قشنگ شفاف بگه آقا من میخوام نرخ ارز رو سرکوب کنم، اون هم باز خیلی منافعش بیشتر از اینه که من نمیدونم دولت میخواد سرکوب کنه، میخواد اجازه بده آزاد بره جلو. میدونید یعنی من علارغم اینکه با پوست و گوشت و خونه هم اصلا مخالف در واقع قیمت گذاری دستوری هستم، ولی اگه میدونستم این دولت قیمت گذاری دستوری قرار انجام بده باز به خدا راضی تر بودم. بنابراین در مورد این بخشنامه های شبانه و صبح لغو شدن ها، اینها میگم تنها چیزی که برای بازار داره نااطمینانیه. و نکتهش هم اینه که دقیقا یه جاهایی میاد که جای حساس بازاره. یعنی شما ببینید اون تعرفه فولادی روی شاخص اومده 1400 خورده ای بود که ما یه مقاومت مقابل شاخص داشتیم، دقیقا همونجا میاد همچین بخشنامه میاد فرداش هم لغوش میکنیم. ولی اون اثری که باید میذاشت و گذاشته، اون کسی که باید میخورد و میبرد برد، میدونید اون اثری که باید میذاشته گذاشته شد. خودرو میاد دقیقا روی محدوده 1600 شاخص که من همه نگرانیم که حالا چه اتفاقی میفته، میاد اثرش رو میذاره بعدم میره. خب من واقعا این که بخوایم همه تصمیم های، یعنی میگه اگر توی کنکوری رفتی دیدی یه نفر همه سوالات رو غلط زده، اونم پشتش یه استراتژی بوده، اگر نمیتونه یه نفر همه سوالا رو غلط بزنه. خب من چجوری میتونم باور کنم؟ یعنی من اقتصاد چجوری میتونم با این همه تصمیم اشتباه اتفاقی که اگر بگم مافیا پشتش نبوده، من واقعیتش نمیدونم. من فکر میکنم این تصمیم هایی که به این صورت گرفته میشه، شبانه میاد و شبانه میره، فکر میکنم در واقع باز دست های پشت پرده ای وجود داره که دوست نداره در واقع اون حالا یا شفاف سازی اتفاق بیفته. حالا راجب خودرو هم همینه که اون حجم پولی که به عنوان رانت داره توی اون بازار مبادله میشه، خب معلومه که در واقع اون مافیا نمیذاره شما بیای سهمشو بخوری. ورود به بازار سرمایه یعنی شفاف شدن. کدوم یکی از اینها اجازه میده شفاف بشه؟ اینکه دولت پول بریزه حسابش 7000 میلیارد تومان شبانه و اون وقت همه بتونن حساب کشی کنن، این کار رو نمی کنه دیگه. بنابراین در اونجا ما نباید انتظار داشتیم توی این اقتصادی که تکلیفش با خودش مشخص نیست، از یک نظام اقتصادی منسجمی تبعیت نمی کنه، یک تفکر اقتصادی رو دنبال نمی کنه. و میگم اینها به نظر من همش فساده، همش نااطمینانیه. ما واقعا مشکلی که آقای دکتر سعدوندی هم به درستی اشاره کردن، ببینید این سکه ها و دلارهایی که تو صندوق هست و میبینیم، اینا خیلی سرمایه بزرگه، ولی اون چی سرمایه بزرگتره؟ سرمایه اجتماعیه. اون رو داریم از دست میدیم. آخه با اون رو بچسبید که تصمیمای خلق و سایه شما باعث شده اون سرمایه اجتماعی. اگر تا دیروز، واقعا من امروز میگم اگه کسی وارد تولید میشه، تا دیروز میگفتم قهرمانه، ولی واقعا الان میگم سوپر قهرمانه، چی بگم اسمشو، با این تصمیماتی که شما میگیری، یعنی طرف باید دیوانه باشد که بیاد تو فرآیند تولید سرمایه گذاری. خب شب میخوابه صبح میشه پا میشه یه تصمیم گرفته میشه. بنابراین خب این متاسفانه چی بگم دیگه، جای تعجب داره واقعا به نکته خیلی. من
آقای دکتر، من واقعا برام جای سوال داره. جناب آقای مخبر اخوی گرامیشون دکترای روانشناسی دارن، ایشون قائم مقام فولاد خوزستان هستن، واقعا بر چه اساسی انتخاب شدن؟ دکترای پزشکی هم دارن و هم دکترای پزشکی داش اونجا نیست. واقعا یک پزشکشون چه اطلاعاتی از صنعت فولاد دارن، چه اطلاعاتی از این حوزه دارن، چه اطلاعاتی از حوزه کامودیتی ها دارن که میان و قائم مقام چنینس که در واقع صنعت بزرگی میشن. من درباره هلدینگ خلیج فارس هم صحبت کردم، در رسانه تیوابورس هم توبیخ شدم، منو توبیخ کردن که چرا گفتید آقای فلانی که در صدا و سیما بوده اگر تشریفشون میبرن اونجا عمو پورنگ و خاله شادونه میشه معاونشون. ایشون سطح اطلاعاتیش در این حد بوده، چطور میفرستیدش توی هلدینگی که 20% ارزاوری کشور رو داره میاره و از ماسک براست؟ یعنی به قول شما درب تخته واقعا باید بخوره. واقعا قحط و رجال داریم، یعنی متاسفانه افراد کننده توانمند باید بشینن در کنج عزلت فقط با در واقع رانت و فقط با کانال زدن و فقط با متاسفانه نسبت خانوادگی جاهای بزرگ. من میگم آقا بدید، اب نداره، ولی واقعا توانیشون فولاد خوزستان نیست. فولاد خوزستان خودش ما در واقع خروجیش میشود ماده اولیه قیمت گذاری چندین تا صنعت و این تاثیر گذاره. این واقعا جای سوال داره. این یه نکته. من یه نکته تو کلامتون ببخشید قطع میکنم، ولی تو همین نامه اقتصادی که میفرمایید قحط و رجاله، ببینید تو همون نامه اقتصاد 60 اقتصاددانی هم که امضا کردن میبینیم خیلی از همون کسانی که قبلا امضا میکردن دیگه امضا نکردن. باور کن این هم به خاطر از دست دادن سرمایه اجتماعیه، به خاطر که اون گذاشته رفته گوشه کتابخونش نشسته میگه بذارید من مطالعه‌ام رو انجام بدم، بذارید تو دانشگاه کارم رو بکنم. من رو بازی ها نکنید، این نامه ها رو زدیم، حرف ها رو گفتیم، سالهای پیش هم زدیم. ولی همین که آقای دکتر سعدبندی میفرماید ملاحظاتی دارم امضا نمی کنم، و بسیار تو همون نامه‌ای که نهادگراها امضا کردن، ببینید پای افراد در واقع طیف اصلی این نهادگرایی خالیست توی اون نامه، امضا نمی کنن. حالا اینکه چقدر ما به اون طیف نزدیک باشیم یه کاری نداریم، ولی از میبینید طیف اقتصاددانانی که در واقع حالا فکر میکنیم حرفی برای گفتن دارن امضا نمیکنن. خیلی از اونها، حالا نمیگم اینهایی که امضا کردن هم بسیار انسانهای شریف و با دانشی بودند، ولی میخوام بگم که این حد از دست رفتن سرمایه اجتماعی و قحط و رجال، کسی جرئت نمیکنه. امروز شما، من نمیدونم جای دکتر سعدن، شما جسارت و جرئت این رو دارید که این وزارت اقتصاد، این بانک مرکزی رو تحویل بگیره کسی واقعا تو این شرایط؟ بله بسیار مشکله. بله. این شرایط کسی جرئت نمیکنه، و اون هم نیست که تو به عنوان فرد که نیستی که بخوای بری توی اینجا تصمیم سازی کنی. وقتی نامه میارن رو میزت میذارن که اینجوره اینگونه تصمیم بگی، یا مجبوری میزت رو ترک کنی یا مجبوری نامه رو بپذیری. این شرایط وضعیت اقتصادی ماست که قحط و رجال شده. کلامتون هم قطع کردم. بر شما یک ساعت و خورده ای از لایومون میگذره، من واقعا خسته نشدم و این 2400 عزیز من واقعا نشان از اینه که این حالا برگزار کردم بدون اغراق. جناب آقای دکتر سعدبندی گرامی، به هر حال باید بپذیریم جناب دکتر مشکلات اقتصادی بیشماره. یکی از راه حل‌هایی که میتونیم برگردیم از این جزیره دورافتاده اقتصادی به دهکده جهانی برجام چه میکنن؟ آیا من همیشه برای خودم برجام رو اینجوری مثال میزنم، برجام رو مثل یک پزشک فوق تخصصی میبینم که من مشکلی دارم که اگر این مشکل جراحی نشه از بین میروم، چرا اینقدر تعلل میکنن برای رسیدن به این پزشک؟ آیا واقعا ما بدون برجام میتونیم ادامه بدیم؟ اگر نمیتونیم ادامه بدیم چرا اینقدر لفتش میدن؟ از بین رفت به قول شما این سرمایه اجتماعی در خیلی از جا به واسطه این امروز و فردا کردن ها. حداقل جناب دکتر این 10 تا 20 تا تایید و لغو و شدن و نشدن رو در همین 6 ماه اخیر بزرگان این حوزه اومدن انجام دادن. چه میکنن در این 5 به علاوه 1، در نمیدونم 4 به علاوه 1؟ ما مردیم این در واقع بنوید این پایین، زیر دست و پا له شدیم ما. بله ببینید یه مسئله هست، البته من اجازه بدید راحت صحبت کنم خدمت شما. ببینید من با توجه به تجربه‌ای که بالاخره یک چیزی حدود 16 سال ایران نبودم، در کشورهای مختلف زندگی کردم، در
شرکت های بزرگ بودم، شرکت های چند ملیتی، و در دانشگاه که بودم بالاخره دانشگاهی بود که من بیش از 100 تا ملیت فقط دانشجو داشتم، حدود 5000 دانشجو داشتم از یک چیزی حدود 100 شاید 20 ملیت دنیا. یک مقداری این برداشتی که من دارم متفاوته. من برداشتم این هست که وقتی سیاست های داخلی کشور در جهت انهدام بنیه اقتصادی کشور داره جلو میره، طبیعیه که طرف مقابل هم تعلل کنه و بگه بذار بیشتر تخریب بشه. اگر ما قوی عمل می کردیم، مطمئن باشید الان برجام هم دوباره به برجام برگشته بودیم، نه فقط به برجام برگشته بودیم بلکه می تونستیم امتیازهای خیلی بزرگ هم بگیریم. ولی این بلایی که بر سر بازار سرمایه آوردیم، این بلایی که بر سر نظام بانکی آوردیم، این ناشایسته سالاری که در جریان هست، این ناشایسته سالاری که باور نکردنیه، بعد از این شعارهای شفاف سازی که داره انجام میشه، ما چند سال شعار دادن همین جناح، همین افرادی که سر کار اومدن، همین ها شعار دادن که باید شفافیت ایجاد بشه، ولی شفافیت ایجاد شده که جلوی چشم ما بیان آمار معوقات بانکی رو منتشر کنن، یک موردش هم پس نگرفتن. خب این که نشد شفاف سازی، که شفاف سازی میکنی که بری پول پس بگیری، نه اینکه افتخار بکنی بگی ما آمار معوقات رو منتشر کردیم خب تموم شد دیگه. خب بپذیرید که این پول ها رفته. این که شفاف سازی نشد، که ناشایسته سالاری که داره صورت میگیره، که واقعا درد بزرگیه. من تعجب میکنم از مسئولان کشور چطور متوجه نیستن، چطور نگران نیستند. نگرانی در مسئولین نمیبینم متاسفانه، نگرانی باید ببینیم که نمیبینیم. و این هست که تا وقتی که وضعیت اقتصادی در جهت اضمحلال داره حرکت میکنه، سیاست گذاری اقتصادی یک سال گذشته، من وزارت خونه رو شاهد بودم که اسم میارم، وزارت سمت و وزیر محترم سمت، من یک مورد اظهار نظر درست از ایشون نشنیدم. بنده به عنوان اقتصاددان، به عنوان فردی که حالا میتونید بگید فلانی بی سواده، ولی بگید آبرو خودتون رو بردید. بالاخره من کسی بودم که مقام بالا داشتم در یکی از بزرگترین بانک‌های دنیا. من کسی بودم که 10 سال مسئول گروه بانکداری دانشگاه استرالیا ولنگام بودم در دبی. دقت می‌فرمایید؟ خب آبرو خودتون رو می‌برید. من به جرئت خدمت شما عرض می‌کنم یک مورد موضع‌گیری درست ما از وزارت صنعت ندید، از وزارت سمت ندید. آقای عبدالمالکی که گفتید بعد از ایشون قرار می‌گیره. دقت می‌فرمایید؟ آخه شما همین مسئله خودرو رو که اشاره کردید، ببینید آخه اینها چطور داره هر روز داره یک بامبول جدید سر مردم در میارن، سر اقتصاد. مثل این که بنابر این هست که سرمایه گذار در این کشور خارج بشه و بره، بنابر این هست. من خاطرم، من 3 سال پیش اومدم ایران، بعد از سالها، 4 سال پیش بودی اولین بار اومدم ایران، 3 سال پیش من اومدم ایران، یک جو بزرگ استارتاپی در ایران در جریان بود. بسیاری از جوانان ما دور هم جمع شده بودن، داشتن کارهای بزرگ انجام میدادن. فکر میکنید کجا هستند؟ هرچی ما میپرسی میگن رفتن کانادا، هرچی میپرسی میگن رفتن کانادا همین 3 سال. دقت میفرمایید؟ الان تازه این سیاست ها، تازه شیب منفیش تازه شروع شده. خب با این سیاست ها انتظار داریم برجام تصویب بشه، انتظار داریم برگردیم به برجام. برفرضم برگشتیم به برجام، مگر سال 96 بر نگشتیم؟ نتیجهش چه بود؟ نتیجهش این بود که سیاست های مخرب داخلی تقویت شد. اصلا من یک تز دکترایی که من نوشتم، یک سری نظریات داشتم، یک موردش در این مورد بود که چرا تزریق سرمایه به جهان سوم وضعیت جهان سوم بدتر کرده. این واقعیت دیگه. آقای استیگلیست خودش خیلی مقابله کرد، خیلی انتقاد کرد با بانک جهانی، با صندوق بین‌المللی پول. بانک جهانی به کشور آفریقایی وقتی منابع رو تزریق میکرد، وضعیت اقتصادی اون کشور آفریقایی بدتر میشد. چرا؟ چون منابع آزاد میشد، در اختیار انحصار قرار میگرفت. دقت میفرمایید؟ ما باید انحصار رو حل کنیم در این کشور، ما باید رانت رو حل کنیم در این کشور، ما باید تبعیض رو حل کنیم در این کشور. اون وقت اگر منابع خارجی بیاد میشه استفاده کرد. یک مسئله ساده، 4 سال بنده دارم به اینها تقلب میرسونم که آقا بودجه ارزی رو از ریالی تفکیک کن. اصلا نمیفهمن چی میگی. دقت میفرمایید؟ اصلا متوجه نمیشم. این همه ما تلاش کردیم به گوش این نمایندگان مجلس برسونیم، آخرش اصلا رفتن یک حرف دیگری میزنن، یک اصلا فکر میکنن بازیچه است، یا فرد دیگری اومده میگه ما حلش کردیم، ما به جای اینکه پول نفت رو بدیم به بانک مرکزی میدیم به بانک ملی. خب این که همون شد، که این چه فرقی داره؟ خب حالا برفرض پول نفت هم داشته باشیم، خب پول نفت میاد داخل تزریق میشه، پدر صنعت رو در میاره. ما 50 سال، ما طولانی ترین دوره تورم، من همیشه گفتم بازم میگم، ما طولانی ترین کشور ما
که اولین کشوری است که در تاریخ جهان به وجود اومده و هنوز باقی است. میدونید که ما کشور ایران اولین کشور جهان است، بعدش فکر میکنم کشور مصر باشه، ولی اولین کشور جهان که به وجود اومده و هنوز باقی است کشور ایرانه. این کشوری که این سابقه رو داره، این سابقه تاریخی و فرهنگی رو داره، الان به بدبختی رسیده، به بیچارگی رسیده که 50 سال بدون توقف تورم داره و 50 سال در کشور ما صنعت زدایی صورت گرفته. ببینید مردم ما چه مردم قوی هستند. 50 سال صنعت تخریب شده در این کشور، صنعت سرکوب شده در این کشور 50 سال. اگه خاطرتون باشه من یه نکته رو میگم دیگه عرایزم خاتمه میدم. مقام رهبری در عید نوروز امسال اشاره کردن که اگر درآمد نفتی داشتیم باید صرف زیر ساختا بشه. بعد من دیدم که مقام محترم ریاست بانک مرکزی اومد در شبکه خبر و علنا اعلام کرد که ارز حاصل از فروش ثروت باید صرف بازارسازی بازار ارز بشه. دوستان میخواید من اینو ترجمه کنم یعنی چی؟ یعنی ما ارز حاصل از فروش نفت رو حاضر نیستیم راه آهن برای شما بسازیم، حاضر نیستیم بندر بسازیم. ما میخوایم همون روش 50 سال گذشته رو، این ارز رو تخریب برای تخریب اقتصاد مصرف کنیم، این ارز از کشور خارج بشه. من که خارج زندگی کردم میدونم که ما پول ایرانی رفت دبی رو آباد کرد، استانبول رو آباد کرد، سان فرانسیسکو رو آباد کرد، کالیفرنیا رو آباد کرد، اروپا رو آباد کرد، ما همه دنیا رو آباد کردیم از این پول نفتی که داشتیم. من بارها عرض کردم اگر همین امروز ایران بخواد از نظر زیرساخت به کشور آلمان و ژاپن برسه، من محاسبات من نشون داده ما یه چیز حدود 500 میلیارد دلار سرمایه احتیاج داریم که به کشور اول دنیا، به کشورهای اول دنیا برسیم. دقت می‌فرمایید؟ اما در طی 16 سال گذشته در دولت‌های قبل یک چیز حدود 1300-1400 میلیارد دلار درآمد ارزی رو ما به هدر دادیم و امروز هم داریم به هدر میدیم. شما ببینید اینقدر این مافیا قویه، متاسفانه اینقدر این عقاید مخرب در کشور ما جا افتاده که هر چقدر هم که میگیم صدا به جایی نمیرسه، صدا به صدا متاسفانه نمیرسه، مگر اینکه شما فرهیختگان عزیزی که امروز افتخار بنده بود در خدمت شما بودم، شما هم ندا بشیم، تلاش کنیم به گوش مردم برسونیم، بدونن که چه میگذره در کشور ما، چقدر ثروت سوزی، چقدر فرصت سوزی. آخه شما میفرمایید که قحط الرجال، واقعا قحط الرجاله. من عرض کردم، توصیه کردم به رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری، برید ببینید در توییتر من حدود 60-30 تا توصیه داشتم. یکی گفتم آقا هر مسئولی رو که میخواید منصوب کنید معدل دیپلمش رو منتشر کنید. آقا ایشون دیپلم ردی بوده یا نبوده من اطلاع ندارم، ولی من مقام وزارتی رو دیدم که وقتی باش صحبت کردم از اونجا این فکر در ذهن من اومد. من بعید میدونم ایشون تونسته باشه دیپلم بگیره. درود به شرفش. دقیق میفرمایید. من بعید میدونم ایشون تونسته باشه دیپلم بگیره. وزیر محترم. البته در گذشته داشته ایم، نمیخوام اسم بیارم، در دولت‌های گذشته داشتیم وزیری که دیپلم بود و میگفتن آقای، حد دو مورد من خاطرم هست، دو مورد وزیر داشتیم دیپلم بودن بهشون میگفتن آقای دکتر. دقیق میفرمایید. این وضعیت کشور ماست. متاسفانه سپاسگزارم از فرصتی که دادید. درود بر شما. من فکر میکنم متاسفانه چندین سال به جای تخصص توکل رتبه اول برای انتخاب مدیران کشور ما در آقا توکل ندارن. کجا توکل؟ این که توکلی که اموالو بفرسته کانادا که آخه توکل نیست که. این درود بر شما. البته بله بله. من فکر میکنم این لفظ دکتر، جناب دکترانا، هم جناب دکتر رافی هم شما، اصلا این دکترها یک سبک زندگیه. 12 سال ریاضت کشیدنه، شما قطعا درک احسنت، شبها نخوابیدنه، صبحها زود بلند شدنه، تحقیقها، کتابخانی هاست که یک لفظ یک دکتر به یک نفر داده میشه. و امیدوارم جناب دکتر سعدوندی، جناب دکتر رافی، برزوی عزیز، اگر به عزیزی اسم پسفند دکتر میدن، در درون اون فرد خودش از خودش خجالت نکشه. من همیشه میگم الان خوشبختانه انقدر دکتر تولید کردن که به نسبت نمیدونم واقعا چه باید بگم. امیدوارم حداقل اگر به خودم دکتر میگم خودم از خودم خجالت نکشم، واقعا لذت بردم. اگر بخوام یک جنبندی بکنیم، 2 دقیقه هر سه عزیز یک در واقع جنبندی از لایو داشته باشن. برزو جان، شما رو میخوام به سمت بازار بورس ببرم، چشم اندازت از بازار بورس در فصل مجامع.
والا من عرض کردم من مثبت میبینم بازار رو، حرکت بعدیش هم نزدیکه، یعنی این اصلاحه رو انجام خواهد داد و حرکت بعدیش به خاطر بحث تورم شروع خواهد شد، چون فنر سایر بازار و فنر دلار و طلا متاسفانه باز شده و این هم مستثنی نیست از سایر بازار. اگر اتفاق امنیتی خاصی نیفته بازار، من فکر کنم تابستان خوبی خواهیم داشت، تابستان داغی خواهیم داشت از لحاظ رشد بازار انشالله. امیدوارم. جناب آقای دکتر رافی گرامی، شما فکر میکنید با توجه به همه مؤلفه های حالا صحبت شده و بررسی شده در لایو، آیا میتوانیم به زودی خودرو را در بازار در واقع بورس کالا داشته باشیم، یا کماکان یقه سفیدانی که خرید خودرو از خارج از کشور و واردات رو در یوزگی نام میبرند کماکان در رأس امور هستند و تصمیم گیر؟ اسم نبردم، خب همه عزیزان میدونن که همه فکر کنم متوجه شدن، حالا اون عزیزانی که میفرمایید شامل چه کسانی میشن. ولی واقعیتش من حالا غیر از اینکه خودم فیزاته شاید کلن با عرضه خود رو توی خود توی بازار شاید یه مشکلاتی هم داشته باشم، یعنی همونطور که جناب حق‌شناس فرمودن اصل بر این است که شما بتوانید خودرو رو تولید کنید، عرضه و تقاضا اصلا نه نیازی هست که براش شاید این ور بخت آزمایی باز کنید نه از این ور که شاید نیاز باشه. ما وقتی سمت ارزمون مشکل دارد، اون مشکل سمت ارزه رو باید ببینید چه جوری حل میتونید بکنید، و اون به نظر من مسئله هست که با ارزه توی بازار هم حل نمیشه. هرچند که شاید ما از مثلا منفی 100 ما رو برسونه به منفی 40، ولی واقعیتش اینه که اون راهکاری که بایسته و شایسته هست هم نیست. ولی نکته اینه که دوستان حاضر نیستن منافع 100 درصدیشون رو بذارن کنار منافع 50 درصدی هم بگیرند، یعنی اون هم حاضر نیستن. من میگم وقتی من کلیت رو نگاه میکنم و تصمیمات اقتصادی رو میبینم، وقتی که اون مسئولین تصمیم ساز رو که حالا آقای دکتر سعدبندی به خوبی اشاره کردن، حالا شما تو وزارت سمت توی وزارت اقتصاد وقتی میبینید اینها قرار تصمیم بگیرن، من واقعیتش خیلی امیدوار نیستم، مگر اینکه تیم اقتصادی دولت بخواد تغییرات قابل توجهی داشته باشه، یک سری افرادی بیان که عزم واقعی و اراده واقعی برای در واقع تغییر رو داشته باشن در ذهنشون. در مورد بازار هم اگر بخوام بگم، من فکر میکنم که بازار همونجور که اشاره کردم، بازار ما یک بازار، نه بازار ما کلن بازار مالی یک بازار ترسو هست. اثرات تورمی هم دیر یا زود خودش رو در بازار نشون خواهد داد، ولی بازار اول منتظر میماند که ببیند اقتصاد در قیمت‌های جدید تاب‌آوری لازم رو دارد یا نه. همیشه اینگونه بوده، یعنی بازار منتظر میمونه ببینه این دلار کجا قراره بره. اون جایی که قراره بره اقتصاد تاب‌آوری رو داره، اقتصاد دچار آشوب آنارشی نمیشه، و اگر خودش رو در یک سطحی از یک سطح جدیدی تثبیت کرد، اون وقت بازار حرکت میکنه. همونجور که جناب حق‌شناس به خوبی اشاره کردن، در واقع رشد بازار ما رشد تورمی بوده، رشد در واقع دلاری بوده که دو روی یک سکه هستند، البته دلار و تورم ما در واقع دو روی یک سکه بودن. بنابراین اگر قرار باشد تورم به این گونه که داره پیش میره، نقدینگی با این سرعتی که داریم، روزی 3000 میلیارد پول چاپ میکنیم، در واقع تولید نقدینگی در واقع میشه، ادامه پیدا کنه، بنابراین گریزی از این نداریم که اگر اقتصاد دچار یک آنارشی و بی‌نظمی بزرگتری نشود، بازار هم دیر یا زود این تورم رو فالو کند. متاسفانه البته همینجور که ما میدونیم رشد خیلی سازنده ای نیست. درود بر شما، ممنونم از شما آقای دکتر سعد. چشماندازتان از این خانه آباد گذشته پیرانسرای کنونی چیست؟ چه باید کرد؟ بله، گفته ها رو گفتیم جناب دکتر مرید عزیز. از دوستان عزیز خیلی سپاسگزارم. در واقع باتری موبایل منم در حال اتمام هست، فقط من آرزو میکنم، عرض کردم بازم در میانه صحبتم عرض کردم، یک توییت هم زدم که ممکنه به عمر من قد نده، ولی من آرزو میکنم و مطمئنم یک روزی خواهد رسید که ایران ما ایرانی عاری از فساد و تبعیض باشه.
اگر فساد و تبعیض نداشته باشیم مطمئن باشید فقر هم نخواهیم داشت. آقای دکتر مرید به درستی اشاره کردن که کشور ما کمتر کشوری در دنیا هست این حجم از سرمایه رو داشته باشه، هم موقعیت استراتژیک داشته باشه، هم از نظر سرمایه معدنی و هیدروکربن که اولیم در دنیا، یعنی منابع نفت و گاز رو با هم در نظر میگیرن در دنیا. درست. ما اول هست، دقیق میفرمایید، یعنی اصلا این منابعی که در اختیار ما قرار داده که این قرار گرفته که این طور ما داریم به هدر میدیم. امیدوارم یک روزی متوقف بشه، یک روزی برسه که همه با هم دست به دست هم بدیم، اجازه ندیم مسئولین هر کاری دلشون خواست انجام بدن بدون عقوبت. اگر شما ملاحظه فرمودید دوستان عزیزی که الان در لایف حضور دارن فعالان بورسی، هر وقت ما فشار آوردیم یک کاری انجام بدیم انجام شد. البته خب یه سری دوستان بودن، الان ازشون تشکر میکنم، فعالان بورسی هم تلاش کردن، ولی من میدونم یه سری از دوستان که خود من بعضی وقتا خدمتشون هستم جوانانی بودن در اندیشکده ایتان، اونها هم پیگیری کردن، فعالان بورسی هم مثلا فشار آوردن، ما این سجام رو جا انداختیم، پرداخت سود نقدی رو جا انداختیم، الان دیگه داره انجام میشه. خاطرتون هست میگفتن مثلا امکان نداره، میگفتن مشکل قانونی هست، مشکل فلان هست، ولی الان داره انجام میشه. دست به دست هم بدیم این منافذ فساد رو ببندیم یکی یکی، مگر چند مورده، کم نیست، 50 مورد، 100 مورد، 1000 مورد، هر روزی ما هر هفته ای سعی کنیم یکی از اینا رو اصلاح کنیم، مطمئن باشید کشور اصلاح میشه. من در یک شهری بودم به نام توکیو، همتون میشناسید، پایتخت ژاپن. الان بگیم میگن آقا ما آرزومون اونجا زندگی کنیم. 1960 یک شهر کثیف آلوده 1001 مشکل داشت، یعنی امروز یکی از بهترین نقاط جهان برای زندگی. خود من میگفتم شاید یه روزی شاید قسمت شما رفتیم توکیو زندگی کردیم، انقدر جای خوبیه. دقت میفرمایید، خب ما هم تلاش کنیم مثل ژاپنیا که تلاش کردن. چرا باید افراد فاسد بتونن که اینجور شرایط رو برگردونن؟ همین مسائلی که امروز مطرح شد در مورد خودرو که مایه شرمندگی بنده است به عنوان یک اقتصاددان و به عنوان یک فعال بازار سرمایه. من شرمندم که جلوی چشم ما بیاد چنین وضعی باشه که هر بار در مورد خودرو بیان همون بساط سابق رو ادامه بدهند، رأی بگیره رئیس جمهور بشه این فرد، افرادی رئیس جمهور بشن، منصب بگیرند، انتقاد کنند از قرعه کشی خودرو در دولت قبلی، بعد خودشون بیان همون روند رو بدتر ادامه بدن. بعد یه پولی بودجه این مردم بیچاره، این مردمی که کارتون خواب داریم، کودک خیابانی داریم، بودجه اینو بگیره بره سامانه بسازه، باز این سامانه رو چیکار کنه؟ باز این سامانه رو متاسفانه در واقع قرعه کشی روش را بندازه. من دیگه بیشتر از این متصدی اوقات شما نمیشم، خیلی سپاسگزارم. ارادتمندم، ممنون از عزیز من آقای دکتر رو یک بار دیگه بیارم خداحافظی بکنیم، و ممنون از هر سه عزیز، لذت بردم و مایه افتخارمه که همینجا عرض کنم دوره ای رو انشالله به زودی ران خواهم کرد که هر سه عزیز به عنوان درجه یک های حوزه خودشون، خودم در قسمت شاگردی واقعا در کلاستون حضور خواهم داشت و لذت خواهم برد. ممنونم از هر سه عزیز، جناب دکتر رافی رو هم داریم انشالله لایو رو سیف خواهیم کرد با کمال افتخار، یکی از بهترین لایو هایی بود که من تا الان برگزار کردم. امیدوار هستم که عزیزانم به اندازه کافی از در واقع بیانات هر سه عزیز استفاده کرده باشن. تا یک لایو دیگه، ممنون از هر سه عزیز، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار، شب شما بخیر، خداحافظ شما.